اینها دو دیو هستند، دمدار و شاخ به سر، دستبند به دست و خلخال و پابند به پا، که کشتی میگیرند. اثر یکی از عجیبترین هنرمندان تاریخ نگارگری در ایران، کاری از محمد سیاه قلم در حدود 600 سال پیش. هنرمندی که نقاشی‌هایش در سبک سیاه قلم استثنایی در تاریخ هنر این سرزمین شده و مشابهی ندارد. اما نه نام واقعیش را می‌دانیم و نه اینکه چه کارهای دیگری انجام داده. اما می‌دانیم که در میان نقاشی‌هایش مهمترین و عجیبترینشان کشیدن همین دیوها بوده. دیوهایی که دیگران هم آنها را ترسیم کردند، چرا که این موجودات قرن‌هاست در کنار ما حضور دارند، در ادبیات و افسانه و اسطوره. مثل اپوش، دیو خشکسالی که با ایزد باران تیشتر به نبرد برمیخیزد و مغلوب میشود تا آب بر زمین ببارد و محصولات پربار شوند. یا دیو سپید که سپاه ایرانیان را به کوری بند زده و رستم جگرش را در میآورد تا با خون آن بینایشان کند. دیوها سالهاست در ایران نماد بدیها و زشتیها و پلیدیها هستند. در افسانه ها آمده که دانش آنها پیش از انسان بوده. در شاهنامه فردوسی، شاه طهمورث که توانست دیوان را در بند کند، از آنها خط و نوشتن آموخت و جمشید شاه به کمک آنها سرزمین خود را ساخت. دیوها در سراسر ادبیات عامیانه ایران هم مظهر شرارتند. چهلگیس حسن کچل و فرخ لقای امیر ارسلان نامدار در طلسم دیوها گرفتار آمدند و قهرمانان باید این مظاهر اهریمنی را از بین ببرند تا به عشق خود برسند. دیوهای محمد سیاه قلم هم کمابیش همین گونند، اما نه همهشان. همه آنها مثل این دیو قول پیکر که گاوی را همراه صاحبش دزدیده در حال شرارت تصویر نشدند. برخی از آنها میرقصند و شادند، یا در حال بازیند و یا مثل انسانها کاری انجام میدهند. مثلا گندم آرد میکنند یا رقصی آینی انجام میدهند. کجاوه شاه یا ملکه ای را حمل میکنند. سوار بر اژدها به دوردست ها می روند، زورآزمایی می کنند، چوب می برند، گپ می زنند، می نوازند، شکلک در می آورند، کتک می خورند و در قل و زنجیر از آنها کار می کشند. این دیوها چرا ترسیم شدند؟ به چه داستانها یا حکایاتی اشاره می کنند و چرا نمونه دیگری مثل آنها در سراسر تاریخ هنر ایران وجود ندارد؟ سالهاست که پژوهشگران به دنبال هویت واقعی محمد سیاه قلم هستند، کسی که میگویند نقاشی‌هایش قرن‌ها پس از مرگ و در دوره صفوی و فتح تبریز توسط عثمانیان به ترکیه برده شد که امروز در موزه توپقاپی استانبول است. هنرمندی که می‌دانیم نام مستعارش سیاه قلم بوده، چرا که اشاره‌ای به این نام او دیده نشده. پژوهشگران هنر این نقاش را تأثیر گرفته از شرق دور و چین و مربوط به دوره تیموریان در ایران دانستند، احتمالاً به روزگار حکمرانی بایسونقر میرزا نوه تیمور. تاکنون بارها برای خالق این نقاشی‌ها هویتی پیدا شده، اما یعقوب آژند پژوهشگر هنر با بررسی سفرنامه غیاث‌الدین نقاش تبریزی عضو هیئت همراه سفیر بایسونقر میرزا به چین، این احتمال را بسیار نزدیک کرده که این دو فرد یکی هستند، که غیاث‌الدین همان سیاه قلم است و نه تنها سفرنامه مکتوب از این سفر نوشته، بلکه سفرنامه مصور هم برای امیر تیموری به سوغات آورده. مثلا بشنوید توصیف معبدی بودایی را در شهر قامول از غیاث‌الدین نقاش و همزمان مقایسهش کنید با یکی از نقاشی‌های محمد سیاه قلم. کافران نزدیک مسجد بتخانه داشتند و بر در بتخانه صورت دو دیو بر یکدیگر حمله کرده نمودند. نمونه های این چنینی در این مقایسه بسیار است. غیاث‌الدین نقاش از دیده های خود نوشته، از رقص های آیینی و نواختن سازها تا حیوانات مختلف و گاو های قدرتمندی که هماورد شیران هستند. همه آنها در آثار محمد سیاه قلم هم دیده می شود، آثاری که حکایت از قلمی قدرتمند و دستی توانا و هنرمند دارد، کسی که هنرش تا همین 100 سال پیش در تاریخ هنر ایران محجور مانده بود. شاید به این دلیل که هنرمندان همدورش نقاشی‌های او را در حد گزارشی روزمره و صرفاً تصاویری دانستند که از روی واقعیت عین به عین کشیده شده، نه تخیل یک هنرمند برای خلق تصویری جدید از یک داستان. هرچه هست 5 قرن گذشت تا محمد سیاه قلم را شناختیم، نقاشی که اگر هم صرفاً واقعیت‌هایی را که دیده ترسیم کرده باشد، چنان از ذهن و قلم توانای خود بهره برده که هر بیننده‌ای را در مقابل آثارش منکوب می‌کند.